که من اجازه بدید من یک گریت کوتاه چند دقیقه به اداقات قدیه بتنم ببینید در 22 و هفت رژیم پادشاهی بالاخره اداره کشور رو دست داد و یه مشلات و لوت و لومپن اداره ایران رو به دست گرفتن خب این که دیگه جای بحث و گفتگو نداره در اون زمان ها خب اگر اشتباه نکنم میشه حالا در در ایران که خب خطقان عجیب بود برای که رژیم به رژیم که حاکم شده بود هیچ راهی و جز ترکوب لاتبازی زدن کشتن گرفتن نمیدونم به سلابه کشیدن به ماشین بستن دو طرف دو طرف کشیدن با به حساب افسر شهربانی رو دو پاره کردن در نمیدونم به درخت آویزون کردن آتیش زدن که بلد نبود که این به وقتی این جماعت به قدرت رسیدن تنها روش هایی که بلد بودن چرایی بود که در محله های خودشون باش عادت کرده بودن لاتبازی دیدیم که وقتی هم که به اطلاعات حتی یک سال یک سالی بعد از گذشتن از اداره کشور بعد از اینکه از کشتن جنرال ها شبید بیست تا و 30 تا و 40 تا کوتاه نیامدن به ادام های شبید 200 تا و 30 تا هم در همراهان قبلی خودشون دست دادن یعنی ما با چنین جماعتی مواجه بودیم و با چنین رفتارهای مواجه بودیم مخالفین این حکومت در چهل سال پیش در خارجت که در داخل که به دلیل که صداشون در نمی آمد نمیتونه سر بیاد هر کسی سرش رو میکرد با تبر میزدن نه با با چاقو با تبر و کسانی هم که به خارج آمده بودن اگر اشتباه نکنم در سراسر دنیا دو سه هزار نفر در سراسر دنیا خب مخالف اینها بودن در پخش و پلا در سراسر کشورهای مختلف از شما پاکستان بگیر بیا به ترکیه و اروپا و فرانسه و انگلستان و آمریکا باقی یا سکوت کرده بودن یا در لاک فرو رفته بودن یا به حساب همراه رژیم بودن مترسته بودن که ببینن که امکانات چی میشه موقعیت چی میشه قدرت بهشون لبخندی میزنه نمیزنه به حساب میتونن برای قدرت ای بیان نمیتونن بیان ولی در این فضا بیشتر دو سه هزار نفر نبودن که کم و زیاد مخالفت میکردن طبیعی بود که ما مخالفت هم بود حتی روز از قبل به آمدن و همون روزهای آغاز شروع کردیم مثلا معطل نشدیم چون میدونستیم که چی میشه درست که سیاست مدار نبودیم در که به حساب در اون سنی کم درس سیاسی نخونده بودیم و در فضای سیاسی بزرگ نشده بودیم ولی کامن سنس ما میگفتش که آخون نمیتواند در قرن بیست و یکم ایران رو اداره کنه این دیگه خیلی به هر آدمی که سر سوزن تعصب نداشته و قدید سنس ساده داشت میتونه به این موضوع پی ببره یا دنبال منافع شخصیش نبود در دوازده سالی که از این مبارزه آغازین گذشت که ما خب به جمعیت که در این فضا بودن به تناوب می میداشتن مخالفت میکردن به حساب فسادهای رژیم رو افشاب میکردن رفتارهای نادرست رژیم رو به حساب برملا میکردن چیزی هم بهتون فضای مجازی نبود یا شما باید اعلامیه می روشتی، به در دیوار می یا باید به حساب این چند که این طرف اون طرف در می به طرف اونها رو پست میکردی یا باید فکس میکردی یا بالاخره تلفن میکردی کردی که دیگه که در اون در و زمان نبود که با سختی این مبارزه رو به حسابی کتان پیش بردن ولی ما بد از به این جنبندی تیم که این کار ما فایده نداره ما داریم دور باطل میزنیم یعنی داریم میشه فکر کردیم چرا ما بلا سرمون اومد چی شد که ایرانیان در قرن بیست یکم در قرن بیستم به این بلا گریبانشون رو گرفت و یک مرتبه با این حجم از آدم های دانشگاه رفته تحصیل کرده آخوند آمد سوار گرده همه شد جمع بندی خب کتانی مثل آقای داروش همایون که بالاخره دست در سیاست داشت در همون از قبل از این مثلا جوانیش و در حقیقت برای خیلی از ماها مشروط خواهان یک الگوی رفتاری یک الگوی فکری بود این مدبس به چیز شد که آقا ما اشکال از جامعه که هستی چی اشکال از جامعه سیاسیه ما باید فرهنگ سیاسی خودمون عوض کنیم ما در سیاست عادت به گفتگو نداریم ما در سیاست عادت به... به... که بنشینیم با دوستمون با همراهمون با مخالفمون هر کدوم رو به تناوب خودش به به تا به نوع گفتار خودش باش گفتگو کنیم و برای سرنوشت کشورمون راههایی رو پیدا کنیم چارههایی رو پیدا کنیم نداریم و عادت کردیم که فقط یا همدیگر رو بزنیم لط و پار کنیم یا بیابرو کنیم یا به ذلت خاری بندازیم چرا که مثل, مثل من فکر نمی کنی. چرا که تو عین من نیستی چرا که راهکارهای تو مثل راهکارهای من نیست و یکی از عمدهترین ترین دلایلی که این اتفاق و این بختک بر جامعه ایران حاکم شد این نوع نگاه بود این نوع رفتار سیاسی که در جامعه ایران بسیار مرسوم بود ما عادت نداشتیم با مخالف خودمون گفته کنیم از سازنامه حزب وقتی که حزب مشروطه سی سال پیش به حساب قرار شد که راه و اولی گفتگوهاش انجام گرفت و به نشستهاش انجام گرفت ما اونجا نوشیم که آقا این من که میگم ما من نیست به حساب دوستانی که در این نوشتار نقش داشتن این بود که ما اول یکی از عمده وظایفمون تغییر فرهنگ سیاسی جامعه است نه فقط تغییر فرهنگ سیاسی خودمون بلکه تغییر فرهنگ سیاسی جامعه برای که ما فقط مطرح نیستیم ما اگر نتونیم جامعه سیاسی رو متحول کنیم هر چقدر خودمون تنهایی متحول بشیم اثری نمی کند با دیگران به نوع دیگری رفتار میکنند در اکثریت هستن میکشن حساب جامعه سیاسی رو با اون سوی دشمنی و جنگ و دعوا و حساب بی به هم روی این اصل که در حزب مشروطه ما اولین بند به حساب اینجا اولین اولین بندهای خودمون نوشتیم ما باید ما وظیفه داریم فرهنگ سیاسی را رو عوض کنیم و این وظیفه رو برای خودمون قائل شدیم و این مأموریت رو برای خودمون قائل شدیم که ما فقط به فوش دادن با آخوندها به برمرا کردن دوزیهاشون به برمرا کردن به حساب اعمال ناشایستشون کشدارشون قتلشون، چپاولشون لواتشون اینها نمیتونیم به حساب اتفاق کنیم هی مردم رو آگاه کنیم و هی افشا کنیم ما باید کارهای اساسی تر و کارهای پایه تر انجام بدیم ما در همون منشورات تامه خودمون نوشتیم آقا به ایران آینده باید به وسیله همه مخالفین ساخته بشه و ایران آینده باید به وسیله همه مخالفین جمهوری اسلامی و همه اندیش های مختلف ساخته بشود نه که فقط به وسیله خودمون بارهای بار در کنگره هامون در نشست هامون، در صحبت ها گفتیم که آقا بعدا به حال حتی به دقیقا یک روز آقای که کنگره گفت آقا بعدا به حال ایران اگر ایران فقط به دست ما آزاد بشه چرا ما اینو گفتیم بلکه اول خودمون مثال زدیم نفتون سراغ دیگران بگیم بگیم بعدم حالا نگه به دست جمهوری خواه آزاد بشه فقط به تا اندیشه جمهوری خواهی حاکم بشه از خودمون مثال دادیم که نگه اینو دیگران به خودشون مثال نمیزنن حتی خودمون رو گفتیم که بعدا به حالی نگه دست ما فقط آزاد بشه ایران باید به وسیله همین نیروهایی که به ایران وفادارن به ایران پایبندن به حساب اصول کانونیت ارزی ایران پایبندن به حساب به اداره بشود به حساب مدیریت بشود بخش های مختلفش درش نقش داشته باشند حتی به نظر من اگر روزی به حساب حکومت مشروطه پادشاهی که خواست واقعی ما بر ایران رأی بیاره و حاکم بشود ما باید به نوعی رفتار کنیم که زمینه همکاری و کار برای جمهوری خوانم آماده باشد اونها بتونن احزاب خودشون رو داشته باشن اونها بتونن به حساب در انتخابات شرکت کنن نمایندگانشون رو به پارلمان بفرستن و در پارلمان صدا صدا و, بیان و, بیان و کلامشون شفاف و روشن باشه اون روز از ما میتونیم بگیم تونستیم به ایران خدمت کنیم و یک ایران به مدرن بسازیم نمیگم بهشون به خودمون عقب بشینیم به اونها میدان بدیم ولی باید به اونها, میدان برابر خودمون رو تا جایی که میتوانیم بدهیم ما روی این این اصول و به تا پایهای فکر حزب مشروطه است مشروطه به دنبال دعوای خانوادگی نیست در تمام طول سی سالی که حزب مشروطه کار کرده است فعالیت کرده تلاش کرده که نظرش در جامعه حاکم کنه یک بار یک بار برای نمونه من بارها گفتم نشانه ای و چیزی جایی نیست که ما به کسی حمله کرده باشیم ما به مخالفمون توهین کرده باشیم ما به مخالفمون حتاکی کرده باشیم ما با دیگران با بی حرمتی رفتار کردیم صدها بار بلکه هزاران بار بلکه روزی حداقل تا چهار بار دست تو تو کنید به تو سیسا این میشه هست که کسانی دانسته نادانسته آگاهانه ناآگاهانه مقلدوار توتیوار به حزب مشروطه فوش میدن یک دونه شما جواب نمیدیم یک دونه شو جواب نمیدیم بر نمونه نه برامون اهمیت داره نه برامون اون حساب مهم است برای اینکه ما نمیخوایم خودمون رو درگیر دعوا بکنیم با اینو ما یک هدف داریم و هدفمون جمهوری اسلامی است یک تارگت داریم و اون تارگت بزرگ ما جمهوری اسلامی خودمون رو درگیر هدف های کوچک تارگت های کوچک نمی کنیم. ما اونجا رو فقط میزنیم هر کی میخواد به ما فوش بده دستش درد نکنه هر کی میخواد به ما حمله کنه دستش درد نکنه ما در مطمئنا تلاش میکنیم در بین انسانهای معقول و غیر معقول ایرانی جای خودمون رو وا کنیم معقولی که جای خود دارن غیر معقولی رو هم سعی میکنیم به راه بیاریم توضیح بدیم اگر لازم باشه اگر بی غرض باشن اگر بی, باشن،, اگر بی باشن توضیح بدیم روشن کنیم و موازم رو بشکافیم و امیدمون اینه که اونها نگاه های ما رو قبول کنن ولی اینی که مثلا یه اتفاق بیفته یه مرتبه یه آدمی که اصلا معلوم نیست که نمیدونم ایران 84 ایران 35 نمیدونم فرعون نمیدونم دماوند یه مطلبی میرسی که آقای فلانی بیا به من جواب بده من نفهم مثلا تو خواهی بودیم یه تو کی هست که میخواد به تو جواب بده اول خودتو معرفی کن اول اطمالت میتونه مشخص کن علم نشون بودی کی هستی تا بعدا تو, تو به تو طرف گفته بشه ما عادت نکردیم با کسانی که خودشون رو مخفی میکنن خودشون رو قایم میکنن جرأت نمیکنن خودشون رو به طور مشخصا بگن کی هستن طرف گفتگو بشن به این چوبا. از این نام ها از این مخفی آدم های مخفی آدمی که جرأت نمیکنه در فضای سیاسی خودش رو معرفی کنه آدمی که معتقد است اگر بیاید جانش در خطر است آدمی که معتقد است اگر بیاید نمیدونم مادرش در ایران به خطر میفته دختر خالش در ایران حقوقش رو میبندن بهتر وارد این کار نشه این میدان میدانی است که آدمهایی میخواهد که سینت تب کنن گردن بیافراشن و بیان به مسئله میدان مبارزه اگر کسی اون مشکلات داره بهتره به اندازه قد و مشکل مشکلش حرکت کنه من نمیتونم هم مشکل داشته باشم هم هر رو دارم خاک بندم به توپخانه فوش و حمله این نمیشه با هم با یه جاش میلنگه قضیه مطمئن باشین یه جاش میلنگی شک نکنید در مورد با این نگاهی که مشروط داره ما از سالهای پیش یکی از عمده ترین وظایفمون رو گذاشتیم گفتگو با دیگران همونجوری که گفتگو با خودی هم همیشه داده کارمون بوده ما با تمام کتابی که در طیف مشروط خواهی در طیف طرفدار پادشاهی هستن چه خود من چه بعد دوستان در شورای مرکزی چه اعضای حزب چه در بچه های ما در شاخه های مختلف هم در تماس هم در گفتگو هن، هم در مراوده مراسم های مشترک برگزار میکنن مراسم های به هم همراهی های مشترک با هم میکنن ولی به حساب یکی از وظایف دیگه حزب رو همکاری و گفتگو با دیگران و دیگر اندیشان گذاشته است بلکه میخواهیم همیشه باب گفتگو بین ما با کسایی که به ایران میاندیشن باز باشد و بتونیم با هم کار کنیم این هم به درد امروز میخورد هم به درد فردا میخورد چرا چون جمهوری ما خودمون رو بارها میذاریم جای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بعد از اون دوران اولیهش که لاتها ریخ در همونها رو گرفتن و با روش عادی حساب سنتی خودشون قنده و چاقو با مخالفینشون برخورد کردن و دیدیم که آمدن در خارج از کشور در سالهای اول یه چیزی حدود 390 397 تا از مخالفینشون رو در خارج از کشور ترور کردن از شهدگار شفیق بگیریم تا تیمسار اویسی بگیریم تا شاپور بختیار بگیریم تا دکتر الهی بگیریم, دکتر الهی بگیریم، عبا عبا. ترور کردم بعد از داستانی میکنست حقیقتا دریچه به حساب جهان در این مورد دست گشاده در ترور کردن تا حد زیادی به جمهوری اسلامی بسته شد اونجا بود که معلم های به حساب روسی معلم های چینی به وزارت اطلاعات درس های دیگری دادن به لات های وزارت اطلاعات مثل آقای نمیدونم خوشگوش که می آمد سر فرمختاد و گوش تا گوش می و می و تیکی تیکش می کرد یا اون تیمی که آمدن دکتر بختیار رو هنها کشتن بلکه بعد اینکه که ضربات کاردش رو به دکتر بختیار دادن و اون بین بی رفت بدنش رو تیکی تیکه کردن برای که به مخالفینشون بفهمونن که ما تا به اینجا تا به این حد خوشونت دفتار شما کتابیه ولی بعد دار دارتاری میکنه به حساب روش به اطلاعات عوض شد رفت دوباره کرکتر اتسینیشن و زدن شخصیت ها و خود کردن کرکتر ها و بی کردن و بی آبرو کردنشون برای همین بود که بعدها دیدین پرستوهای دراز کوتاه رو به خارج فرستادن بخشی از به حساب نیروهای که در داخل خودشون بودن به خارج فرستادن بخشی از نیروهایی رو که به حساب گرفته بودن به عنوان مخالف در زندان و تونسته بودن اونها رو بشکنن همونجور که در آغاز به سالهای آغازین لاجوردی ملعون اون پروژه تبابسازی رو داشت یعنی پروژه که زندانی رو بادار به شکستن میکردن و بعد حتی نه تنها بادار به شکستن میکردن اون رو میبردن که برادرش، خواهرش، دوستش، رفیقش، همرزمش میشه رو ادام کنه که نشون بده چقدر به این رژیم وفاداره و اونها دیگه این وقتی در دوران مدرن شدنشون وقتی تواب ها رو میشکتن دیگه نمیگفتن ترکان میفتن به خارج کشور بروید در خارج کشور وظیفه کنون انجام بدید چه وظیفه ای؟ مهمترین وظیفه در خارج کشور بدنام کردن مخالفین مهمترین وظیفه در خارج کشور ایجاد شکاف و نفاق در بین مخالفین آقا نگذارید مخالفین ما با هم متحد بشوند هر آدمی که به اندازه سر سوزنی عقل و شعور داشته باشه میفهمه که اگر پنجاه تا مخالف داشت نباید بذاریم این تا دستشون رو در دست هم بگذارن و اون مثال قدیمی که هممون شنیدیم که پدری داشت میمرد چوبای درخت و چوبای شاخهای چوب رو آورد گاقا بشکنیم وقتی هم پنجاه تا رو رو هم گذاشت هیچ کس نتونست بشکنه نباید بگذاریم مخالفینمون با هم, هم دست بشن نباید بذاریم مخالفینمون با هم متحد با تا جایی که میتونید وظیفت رو در بین اپوزیسیون شکاف ایجاد کنین این جمهوری خواهه اون مشروطه خواهه اون سلطنت طلب اون نمیدونم دوز اون کلاهبرداره اون نمیدونم دیروز و دیشب شریدی با یکی صحبت کرده اون که مجاهدین هم چه زمان بگم درست که با جمهوری های مخالفت میکنن ولی همراهان بالقوه وزارت اطلاعات هستن در این روش ها ما با دو مخالفین با هم متحد بشم برای که اونها فعلا در انتباه سیاسی هستن در صورت مخالفین جمهوری اسلامی و نمیخوان که هیچ کدوم از مخالفین دیگری که با اونها همراه نمیشوند خودشون در بیون در مجموع مجاهدی با هم متحد بشوند پس پر جایی که بوی از اتحاد آمد بوی از نزدیکی آمد دو تا سازمان مخالف هم دیگه شروع کردن با هم گفته و کردن من آدما وارد صحنه میکنم فوش میدم بعد بیرا میگم توهین میکنم تعریف میکنم تمجید میکنم هر راهی که میشه که اینا مبادا به با هم نزدیکشن مبادا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در یک گوشه بیستن و من سازمان مجاهدین اون طرف منضوی تک و تنها بمانم پس نگذارم مخالفین هم با هم متحد شن جمهوری اسلامی هم همین خواسته را داره با دو تا آرزو مختلف همین خواسته با دو آرزو مختلف ولی در این مسیر با هم همکاری میکنن شما بینید که در فضای سیاسی کسانی که تا دو سال پیش سه سال پیش پنج سال پیش آقای رفتنجانی فوت کرده بود سردر فیسبوکشون گریه می کردن حالا شدن سینه چاک سلطنت گریه زاری برای سلطنت آه ناله بیای کمک کنی و به هر طرفدار پادشاهی که می رسن 20 دقیقه با دلیل و بی دلیل تمجید میگن قربونت برم فدات بشم تو دیگه سر سرش هایی که بتونن نفوذ کنن اون طرفی که دلشون میخواد بتنن در بین مخالفین دیگر میبینیم همین فضا شما شما به دقت احساس کنید ما هیچ مدرکی هیچ داکیومنتری در مورد که کی عامل جمهوری اسلامی هست نداریم یعنی من بارها به دوستان به سراحت گفتم ما نه دستمون به چکای حقوقی میرسه ما نه دستمون به فعلا به سایت های وزارت اطلاعات میرسه اخباری شفاهی میاد مطالبی به طور شفاهی به گوش آدم میرسه داخل سیستم اطلاعاتی ایران ولی در این مورد ما مدارکی نداریم و وقتی اون اخبارم میاد آدم نمیتونه به اون اخبار به صد درصد متکی بشه نام کسی میاد که آقا این فل... مثلا وقتی از تماس میگیرد اطلاعات خب هستن که تا اینکه امروز احساس میکنن که جمهوری اسلامی رفتنی از خود بچه اطلاعات و تلاش میکنن تماس های با خارج بگیرن تماس های با گروه های سیاسی بگیرن و جای پاشون رو برای آینده کم محکم کنن که آقا ما با شما بودیم یادتون نره ما رو مثل باقی در یه جور نگاه نکنیم ببینیم ما داریم از الان به شما اطلاعات میدیم اما آدم مطمئن نیست اون اطلاعاتی که میدن اطلاعات درستی اطلاعات منحرف کننده نیست و همین دلیل شما وقت میگیری باید اون اطلاعات بخوابی و بعد با دقت اون آدم هایی که بهت گفتم رو نظار رفتارشون رو و کردارشون رو و برخوردشون رو و منششون رو مانیتور کنی اگر دیدیم کسانی هستن که در مسیر به هم همکاری هستن کسانی هستن که در مسیر پخش شایعه هستن کسانی هستن که هر جا بوید اتحاد میاد شروع میکنن به حساب سنگ انداختن نفاق ایجاد کردن دعوا ایجاد کردن چرا 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 کردن نمیگه اونا عاملن بهشون دو مرتبه نگاه کنیم بهشون سه مرتبه نگاه کنیم بهشون با دقت نگاه کنیم بهشون با عینک ذره بینی نگاه کنیم و ببینیم رفتار دیگه شون چجوریه برای اینکه امروز دیگر در لباس جمهوری اسلامی با ریش و پشم و نمیدونم جای مهر نماز و این حرفها کسی راهی به جایی نمیبره فقط با اینکه من قربونت برم من با شما هستم من با تو هستم من بخشی از تو هستم من دلم برات میسوزه میتونم بیان توی سیستم تو این شبکه آبا نفوذ کنم خوشبختانه بودم که برخلاف چل سال پیش شبکه های فضای مجازی این امکان داده یه نفر اونجا نشسته پونزده تا اکانت مختلف داره دراز و کوتاه از ای و یه ای... این اینستاگرامش یه نام داره فیسبوکش یه نام دیگه داره بعد یه نام قلابی اون طرفتر درست میکنه تویترش یه نام دیگه میذاره بعد از این به خودش خودش به خودش تکس میده دو بعد دوباره تو تکس بعدی رو ریپوست میکنه از این به حساب اعمالی که میبینید این من گفتم لازم بود که این توضیح رو به دوستانم بدم که این فضا فضای شفاف بی دردتری نیست کسانی که میخواهند در این فضا کار جدی بکنن باید به تمام این نکات دقت بکنن با دقت به این نکات نگاه کنن برای خود حزب مشروطه ظرف این سالها اقلا پنجاه بار نه تور اطلاعاتی پهن کردن نتونستن موفق نشدن حالا فعلا نشدن تا ببینیم چی میشه اشاره نمیشه با این نگاهی که حزب مشروط داره ما در پی گفتگو با همه احب... کسانی هستیم که میتونیم باشون گفته بکنیم کنیم معتقدیم مخالفین سرسخت جمهوری اسلامی هستن معتقدیم به حساب معتقد به دموکراسی هستن معتقد به حساب رأی مردم هستن معتقد به اه... یک پارچگی ایران هستن معتقد به یگانگی ملی ایران هستن معتقد به این اصولا ولی میتونند به حساب خواستار جمهوری باشن برای ما فرق نمی کنم که اینکه ما این اعتماد به نفس رو به خودمون داریم که ما در هر انتخاباتی در ایران آینده برنده میشویم اشتباه من فکر میکنم درسته دوستان فکر میکنن این باوریه من فکر میکنم باور باور صحیح و درست و معقول است این اعتماد ما داریم که در ایران آینده بعد از سرنگونی ما بیشترین تعداد ایرانیان به ما نگاه میکنن به, اندیشه. به, بیگم به اندیشه نبید که به بگم به اندیشه پادشاهی به اندیشه مشروطه نگاه میکنن بند این اعتمادی داریم که میتونیم به حساب با همه گفته او کنیم بدون ترس و لحظ در مورد این مثال که پیش آمد این مطلبی که آمد بیرون همونجور که ما در یک بیانیه دو سه روز پیش اعلام کردیم دوستانی در جبهه ملی اروپا حالا جبهه ملی خودش رو با هم دعوا دارن به خودشون رفت داره این میگه که تو بیشخصیتی به خودشون ربط داره اون یکی به که میگه نه تویی که به حساب عامل جمهوری اسلامی هستی اونم به خودشون رفت داره ما, ب... ما در امورات داخلی دیگران دخالت نمی کنیم. در دعوای شخصیشون هم دخالت نمی کنیم. در دعوای خصوصیشون هم دخالت نمی کنیم با ما تماس گرفتن گفت آقا یک بیانیه هست ما میخواستیم ببینیم حزب مشروطه با این بیانیه موافق یا نه گفتم برای ما بفرستیم فرستادم ما نگاه کردیم دیدم این آنچه که در این بیانیه آمده دقیقا همون چیزهایی که ما سالیان سال است روش در این پافشاری میکنیم سالیان سال است ما روش به حساب اصرار داریم که آقا اینها باید در جامعه ایرانی جا بیفته ما معتقدیم اعدام نباید در جامعه ایران باشد ما معتقدیم شکنجه نباید باشد ما معتقدیم به جرم سیاسی در ایران وجود نباید داشته باشد هر انسانی آزاد است نظرهای سیاسی خودش رو هر جوری که میخواد بیان کنه هر جوری که دلش میخواد ما آزادیم هر جوی که دلمون میخواد به اون جواب بدیم اون بگه ما هم بگیم دست رو زبان قلمه ما رو که نشکستن که دنیا هم که قرار نیست در آینده فقط با پدگردنی و چکلقه داره بشه با بیان قوی تر با استدلال منطقه قوی تر اونها هر چقدر میخوان بگم ما ما متاید وقتی در این کشوری جرم سیاسی وجود نداره یعنی شما نمیتوانید کسی رو به دلیل گفته های سیاسیش و به دلیل بیان نظرگاه های سیاسیش زندان کنید توبیخ کنید بازداشت کنید طبیعتا اعدام سیاسی هم وجود نداره زندان سیاسی هم وجود نداره حکم زندان جنایی بسیار جرم وجود داره اگر کسی کلاهبرداری کنه کسی به کسی تهمت بزنه کسی به کسی افترای نابجا بزنه طبیعتا میشه بردش دادگاه دادگاه خاطر میخوی دادگاه دادگاه, دادگاه،, دادگاه معمولی نه دادگاه سیاسی معلوم میکنه که آقا باید با این آقا چه کرد چه نکرد اون دیگه، که به سیاسیون رب نداره اون به میکنه اگر کسی دست به اصله برد برای پیش برد اهدافش طبیعی است که اون یک داستان دیگری است یعنی وارد نبرد مسلحانه شدن اون دیگه جرم سیاسی نیست اون جرم بهحساب جنایی است اگر کسی برای که افکار سیاسی خودش پیش ببره دست به اصله برد خب اون یه داستان دیگری است اون بحثی ما به این دیباقی آنچه که در این بیانیه نوشته دقیقا مو به مو همون چیزهایی که ما بهش معتقدیم وقتی مطلب رو خوندیم دیدیم آقا لغاتی در اون استفاده شده که این لغات برای ما یا ناشناخته است یا غیر قابل قبول است من اتنیک برای که ما چیز ما در ایران چیزی به اسم اتنیک نمی‌شناسیم ما در ایران اقوام ایرانی میشناسیم که بیشتر همه اینها به سهم خودشون مالکین ایرانن و هیچ کدوم از خارج نیومدن به ایران که در اونجا به عنوان اتنی کتاب بشن گفتیم آقا ما این لغت رو قبول نداریم بعد وقتی گفتگو بود کردیم گفتیم آقا کیا می، اینو میخوان امضا کنن یه سری اسم دادن گفتم آقا ما ترجیح میدهیم که این بیانیه رو ما خودمون به طور شخصی امضا کنیم نه با گروه های دیگه نه با دیگران بنشینیم گفتگو بکنیم بلکه با خیلی از اینها ما احتمال قوی توافقات اثراتی نداریم اونها فکر میکنن به این اصول معتقدن بنویسن پخش کنن ما فکر میکنیم به این اصول معتقدیم خودمون مینویسیم پخش میکنیم چرا این کاری کردیم برای اینکه ما از سی سالت به این اصول معتقدیم ما سی سالت معتقدیم زندانی سیاسی جرم سیاسی اعدام نباید وجود داشته باشه ما سی سالت معتقدیم برابری همه اقوام ایرانی و همه مردم ایران بردوزدن و کرد و بلوس و همه با هم برابر هم ما امیدوار بودیم که دیگران هم به این اصول معتقد باشند ما امیدمون این است که دیگران هم که مخالفین ما هستند به همین اصول به همین نگاه ها معتقد باشند برای اینکه فردای سرنگونی که ما که آدمایی نیستیم که دست بس بریم و بخوام کسی رو بکشیم اما امکان دارد که بعضی از اونها تین حوت بکنند اگر بدن در, در کرنه در گوشه بمونن. پس بهتر است از الان بنویسن و بدن و تعهد کنن تا به معروف که آقا اینها با چنین رفتارهای مخالفن ما که مخالف بودیم ما که در شک نداریم که مخالف بودیم چه اشکال دارد که دیگران هم دوست سر... نه... نه... با ما نه در گفتگو با ما نه در روی سر کاغذ ما نه در روی زیر امضای ما بلکه به طور شخصی خودشون بنویسن رو تکاقت خودشون پخش کنن که آقا ما هم با این مطالب مخالفیم ما نه گفتگوی با کسی کردیم نه نگوشیتی با کسی کردیم نه در میز مذاکره نشستیم نه تلفنی با هم صحبت کردیم ما تلفنی فقط با جپ میری صحبت کردیم و پیغام پدخام هم رو به عنوان رابط با این با اونها گفتیم در این حال گفتیم آقا ما یک لغتی آنجا اونجا آمده بود به اسم حق داشتن حق اگه اشتباه نکنم اشتباه میکنم خواهش من دوستان من راهنمایی کنن درست حق درست 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 حق, داشتن حق حق داشتن حق ما گفتیم آقا ما نمی‌فهمیم معنی یعنی چه انسان یا حق دارد یا حق ندارد آدم آقا حق داشتن حق اصلا یه معنی لغت که پشتش هدف دیگری هست ما نمی‌دونیم ما ما یک لغتی به حساب واژه سیاسی میشناسیم به اسم حقوق شهروندی برابر برای همه ایرانیان همه ایرانیان در نظر بساب در برابر به حساب در اون کشور حقوق شهروندی برابر دارن گفتم ما این رو هم چون باش آشنا نیستیم و نمیدونیم که نوشته چه هدف پشتش هست و چه معنی هست و فردا میخواد به چه معنی ترجمه بشود حق داشتن حق ما این رو با حقوق شهروندی به عوض میکنیم و چون در سرکاقت خودمون میخوایم چاپ کنیم این مطلب رو ما این دو تا رو در, این نوشته شما انجام میدهیم و روی سرکاقت خودمون چاپ میکنیم و به دیگران به جامعه سیاسی به جامعه غیر سیاسی به جامعه نمیدونم به داخل ایران خارج ایران این توجه رو میدهیم که ما به این اصول معتقدیم کسی رو نمیگیریم کسی رو زندان نباید بکنیم کسی رو نباید دهنش ببندیم بندیم کسی رو نباید خفه کنیم همه با هم برابر هم با شکنجه مخالفیم با اعدام مخالفیم و و اصولی بود که بهش معتقد بودیم حالا اگر ما آمدیم این رو خودمون چاپ کردیم با کسی هم گفتگو و جلسه نداشتیم دیگران هم بردن این رو سرکاقت خودشون چاپ کردن و گفتن که اونها هم با این اصول مخافقن حالا باید ترین موضوع ناراحت باشین و با خوشحال باشین من میدونم کسانی میخواهند از این داستان برای خودشون دست دنبک بسازن نمیخوام اس بیارم واقعا ولی یک از همین کسانی که این روزها آتش بیار این مریکه هست و به قول معروف دیگه کم مونده که روزی بیا دوازده ساعت در این مطلب به طرف اون طرف برود و جیغ گری و گریه و زاری بکند بیش از شش بار به من تلفن کرد در ظرف دو سال گذشته و اصرار و اکرام و تعریف و تمجید و قربون صدقه و فدای شما بشم قربون شما برم ده من بیشتر شما سر شاهه شما گلتین ما بیایم با همگی که اعلامیه بدهیم گفتم قرب بپرم فعلا معذوریم ما چرا چون به اون شخص معتقد نبودم چون به اون آدم معتقد نبودم چون اون آدم پر... من یکی از اشکالاتی که ما در داریم در اپوزیسیون این است که ما 43 سال است بی وقفه در این اپوزیسیون هستیم روز این داستان شروع شد ما دیروز و پیروز نیومدیم ما سه سال پیش نیومدیم ما هفت سال پیش نیومدیم ما دوازده سال پیش نیومدیم ما دو نسله دو نسل یکی یک کسی سال پیش دنیا میآمد در سن 20 سالگی زن گرفت الان بچهش 23 سالش 22 سالش بود دو نسخ ما دو نسخ تو این مبارزه واسطیم به جایی که معتقدیم به این مبارزه به که معتقدیم اون هدف ما باید انجام بشه و معتقدیم کشور باید از این بلا آزاد بشه حالا یک کسانی در پنج تا گذشته پیدا شدن که تا پنج تا رو پیشم کجا بودن حالا من بحثی است که من پرونده‌اشون زیر بغلم هست نمیخوام بپردازم چون دشن ما نیست وارد بحث ها بشویم سه سال پیش پیدا شدن هشت سال پیش پیدا شدن 9 سال پیش پیدا شدن تا پرونده شون حالا سنشون هم 45 ساله تون 30 سال اول کجا بودن 35 سال اول کجا بودن 40 سال اول کجا بودن خدا میدونه ولی ما میدونیم اونایی مردم نمیدن ما میدونیم ولی فعلا دا دقیقی به گفته نداریم ما چون به اون اشخاص که این ها و ارتجاره میکردن معتقد نبودیم باشون حاضر نشدیم باشون بیانیه بدیم چون میدونستیم ترشون یه جایی به حساب وصل است ترش به یه جای دیگری وصل است برای همین میخواد پای ما رو داستان همین میگم برای ما بارها تور اطلاعاتی نتونستن به پاولتون تو می بندازن حالا برای همین جل داره میزنن که چرا ما وقتی برای شما تور اطلاعاتی چیندین پاتون تو توی گیر نشد حالا رفتیم با کسان دیگری آقا به من ارتباطی ندارد اگرش فدایان خلق ایران میخواهند به این اصول دموکراتیک معتقد باشن ایشالا باشن خدا کنه باشن در این حال من رو هم بگم وقتی که ما داشتیم قبل این بحتوی بدیم بیرون من از آقای به دوستان در جبهه ملی اروپا پرسیدم گفتم آقا ما کیا امضا میکنن یه لیست برای من فرستاد حدود 13 تا سازمان بود گفت اینها هم گفتم میخوان امضا کنن گفتم ولی تو اون لیست اسم به حساب کنگره ملل ایران کنگره ملل ایران فدرال ایران نبود اگر اونها بعد از اینکه این اعلامیه این آمد بیرون دیدن یا خواستن بکنن به خودشون رب داره ما با اونها نه کاری داریم نه توافقی داریم مذاکره میکنیم اگر اونها هم که به حساب مال بلوچستان پاکستان هستن میخواهند بگن آقا ما به این اصول معتقدیم میل خودشونه بگن اگر یه کسی هم در زیمبابوه هم میخواد بگه آقا من به این اصول معتقدم که دامنگیر من نبا بشه که ما تلاشمون هست که در جامعه اصول درست اخلاق سیاسی رو جا بندازیم حالا دیگران هم میگن ما معتقدیم خب خسته نباشن دستشون هم درد نکنه هم خوبه بگن ولی ما با کتانی می نشینیم سر مذاکره گفتگو می کنیم ما با کتانی بیان امضا می کنیم که یک معتقد باشیم و مخالفین سر سخت جمهوری اسلامی هستند اگر و وگر نداره کارشون ما با کتانی می شینیم می امضا کنیم که اصول دموکراتیک اولیه رو قبول داشته باشن به رأی مردم معتقد باشن به که ایران سکولار معتقد باشن به, ب... به بیانیه جهانی حقوق بشر معتقد باشن ما مطمئن باشیم فردا اگر رفتیم ایران اینها به حساب صاحب... اقلا نمیگم حالا بعدا عوض نمیشن هیچ انسانی نمیشه پیش بینی کرد ولی اقلا گفته باشن و روش ایستاده باشن و روش پافشاری کرده باشن و در دو سه جا نشان داده باشن که به این اصول معتقدن مهمترین بخشش اینه مطمئن باشیم دست جیب دستشون تو جیب جمهوری اسلامی نیست دستشون یه دست تو این جیب میسید تو جیب جمهوری اسلامی یه دست تو جیب بابا من میخوام بابا اکفر. این خیلی ها میگر. دستش تو جیب خانواده رفسنجانی نیست دستش تو جیب خانواده خامنه ای نیست دستش تو جیب مصطفی و مصطفی نیست اینا رو باید مطمئن باشیم با این شد. بعد ما با اون کسانی که قبلا این بودیم دجار میزنن حاضر نبودیم بیانگر امضا کنیم چون معتقد بودیم هنوز دستشون در جیب بسیار از اینهاست حالا میخواهند با ما فوش بدن میل خودشونه میخوان حمله کنن حمله کنن ما پاسخ من امیدوارم که تونسته باشم توضیحات اولیه ها مداده باشن خیلی خوشحال میشم می بگه دوستان نکته نکت رو من فراموش کردن بفرمان حتما در خدمتون هستم